خب آقای حاج ملک آماده است تا در سوت خودش بدم و این دیدار آغاز بشه که این اتفاق میفته و بازی رو تیره پوشان گلگوهر آغاز میکنن که در سمت چپ گیرنده های تلویزیونی ملاحظه میکنید و قرمز پوشان نساجی هم در سمت راست در مرکز زمین. عباسی صاحب توپ هست، حالا یه توپ خوب رو اونجا ارسال میکنه برای حامد پاکدل از منطقه چپ کنار خط، توپ رو ارسال میکنه درون محوطه جریمه، اونجا محمد رضا حسینی خودش رو در واقع به سمت توپ پرتاب کرد اما نتونست ضربه بزنه. درست در 16 دقیقه پرتاب بلند او در محوطه جریمه یه دخالت و توپی که در اختیار اخباری قرار میگیره. مجددا توپ برمیگرده، اشتباه بازیکنان گلگو عباس میشه که سیامک نعمتی توپ رو در اختیار بگیره. حالا برای حرکت سریع پاکدل در اون محوطه جریمه یه فرصت، یه ضربه زمینی و توپی که اونجا اخباری برمیگردونه. به این شکل از اندون رها شد، ضربش هم با پای راست به این شکل زد اما جاگیری و عکس العمل مناسب اخباری در آخرین لحظه اجازه نداد تا دروازه باز بشه. یه تغییر مسیری، فرصت برای نساجی پشت محوطه جریمه سیامک نعمتی، یه ضربه زمینی و توپی که باز همونجا اخباری هست که اثر میذاره و توپی که به شکلی خطرناک داشت در مسیر دروازه قرار میگرفت رو دفع میکنه. تیکدری بازیکنی که در قبل از شروع فصل صحبتش از پیوستن به استقلال بود، یه ارسال توپی که اونجا برخورد میکنه به بازیکنان نساجی و یه پرتاب به دست میاد. بازیکنان گلگوهر معتقدن که توپ به دست بازیکن نساجی برخورد کرده که آقای حاج ملک و کمکش این اعتقاد رو نداره. خب حالا با نظر داور چهارم زنده رو پشت توپ قرار خواهد گرفت و جدال او با لوامپولی در 37 دقیقه و ببینیم به چه شکلی از این ضربه استفاده خواهند کرد. احمد زنده‌رویی که پنالتی زن اول گلگوهری ها هست در میان سوت و هیاهوی تماشاگران ضربه زده میشه و میگیره. لوامپولی اجازه نمیده تا دروازه نساجی روی پاشنه بچرخه و به این شکل شادی رو به ورزشگاه شهید وطنی میاره. رزاقپور میاد به پشت محوطه، یه ضربه خطرناک در حرکت خوب لوامپولی و دوباره بازیکنان تیم گلگوهر توسط تیکدری هستن که ضربه رو به بیرون میفرستن. اونجا پشت محوطه جریمه به این شکل ضربه فنی زد اما بهتر از اون لوامپولی اجازه کار رو نداد و در برگشت تیکدری نجا ضربهش به بیرون رفته. باسم رزاقپور چند متر جلوتر، حالا پرتاب سری هردانی در اون محوطه، فرصت برای تیم نساجی، یه ارسال و در دهانه دروازه توپ توسط بازیکنان گلگوهر دور میشه. علی اصغر آشوری فصل 18 و 19 در نساجی بازی میکرد و در هر فصل هم 2 برای نساجی زده بود. فصل 18 در مقابل نفت مسجد سلیمان استقلال خوزستان، فصل 2 هم مقابل پیکان و پارس جنوبی جمع. خب دست به جیب شده آقای حاج ملک و کارت قرمز نشون میده به سید محمد رضا حسینی که در واقع کارت زرد دومش بوده. بازی رو میبینه، این لحظه ای است که حسینی حرکت کرد. گوهر پشت محوطه جریمه در اون محوطه، حالا یه فرصت و لوامپولی با 2 توپ رو دفع میکنه و در ادامه خطای بازیکنان گلگوهر اعلام میشه. بعد از یکی 2 رفت و برگشت و خطایی که اعلام نشد به این شکل ضربه بازیکن گلگوهر رو لوامپولی به خوبی برگشت میده. خود علیزاده و نامه و یه پرسد برای بابایی و توپی که اونجا بر میگرده و در برگشت از گرد راه میرسه گوستاو واگنین و دفع لوامپولی رو وارد دروازه میکنه در 82 دقیقه تا 1-0 گلگوهری حالا پیش بیفتن. یه پاس تو در، حرکت خوب پیمان بابایی که خدمتتون عرض کردم این فرار رو خیلی خوب انجام میده در بین مدافعین، ضربه‌شو زد پلی اثر گذاشت اما روی توپ برگشتی
باز همین گلگوهری ها بودن که به توپ رسیدن و توسط گستاو واگنین به گل رسیدن. تا حالا در دقیقه 82 گلگوهر یک برسه پیش بیفته. صحنه گل رو هم مشاهده میکنید که گستاو واگنین روی حرکت خوبه پیمان بابایی روی پاسی که به این شکل واگنامو ارسال کرد برای بابایی و ضربه با بابایی رو پلی برگشت داد و روی توپ برگشتی گل رو به ثمر رسوند. گستاو واگنین پیمان بابایی پشت محوطه جریمه سر توپ میزنه، یه ضربه فنی، توپ در اختیار لامپولی قرار میگیره، یه لحظه دستاش رها شد اما خودش مجددا توپ رو در اختیار گرفت. علیزاده، پیمان بابایی، آشوری، واگنین که حالا اینجا جدا شد. علیزاده پاس کوتاه و پایان دیدار در هفته سوم که گلگوهر موفق میشه 1-0 در ورزشگاه شهید وطنی نساجی رو شکست بده و 3 امتیاز این دیدار رو در اختیار بگیره.